فساد مالی در یوونتوس در زیر ضربین پلیس ایتالیا. یوونتوس پر افتخارترین باشگاه فوتبال ایتالیا باز هم به فساد و کلاهبرداری متهم شد. پلیس مالی ایتالیا که روز شنبه با حضور در دفاتر مرکزی یوونتوس در شهرهای تورینو و میلان اسناد مالی این باشگاه را برای بررسی ضبط کرده بود، تحقیقات گسترده‌ای را برای رسیدگی به تخلفات احتمالی و جعل صورتحساب‌های این باشگاه در 3 سال گذشته آغاز کرده است. به گفته کارشناسان ورزشی، بازرسی دوباره پلیس از دفاتر یوونتوس چهره این باشگاه را مخدوش کرده است. باشگاه یوونتوس در حال حاضر در شرایط بسیار سخت و حساسی قرار دارد. بر اساس شنود مکالمات تلفنی به نظر می آید مدارک تراز مالی این باشگاه در فاصله سالهای 2018 تا 2021 واقعی نباشد. رقمی که یوونتوس به سندسازی برای آن متهم شده 282 میلیون یورو است و یکی از مهمترین بخش های مرتبط با آن موضوع معامله میان دو باشگاه یوونتوس و بارسلونا برای معاوضه پیانیچ و آرتور ملو در تابستان سال 2020 است. در حال حاضر 6 نفر از مدیران ارشد باشگاه یوونتوس تحت تحقیق قرار گرفتند که اندرئا آنیلی رئیس باشگاه یوونتوس، پاول ندوید معاونش و فابیو پراتیچی مدیر ورزشی سابق یوونتوس که اکنون در تاتنهام هست می باشند. باشگاه یوونتوس در 15 سال گذشته بارها به فساد مالی متهم و حتی محکوم شده. آخرین مورد اون مربوط به 4 سال پیش میشه که دادستان شهر تورینو این باشگاه را به اتهام فروش غیرقانونی و ارزان قیمت به هواداران افراطی به مدت 1 سال از انجام همه فعالیت‌های فوتبالی همراهی با یوونتوس و حتی جریمه نقدی 300 هزار یورویی محکوم کرده بود. حمید معصومی نژاد، خبرگزاری صدا و سیما، رام.